خانمی نوشته که نوجوانی عموش بهش تجاوز میکرد. به مدت 4 سال این تجاوز ادامه داشته و حالا که 40 سالش شده و ترس و واهمش از بین رفته، این جریان رو به خانوادهش مطرح کرده و خانوادهش برخوردی که بهش کردن گفتن که سکوت کن و بسپار به خدا. اولا خوشحالم که این ترسش از بین رفته و شروع کرده به کسای دیگه گفتن، اما برخورده که این خانوادهش کردن بسپر به خدا، اینو شما یادتون باشه که این بسپر به خدا و اینها یک توجیه بزرگیه. تازه هم فکر میکنن خیلی دارن کار اخلاقی میکنن و خیلی کار بزرگی میکنن و یه گذشتی دارن میکنن، ولی این پشتش در واقع ترس خودشونه، آبروی خودشونه. از روبرو شدن با مسئله میترسن. من توصیه میکنم خانم عزیز، درسته که 23 سال گذشته و حالا 40 سالم بگذره، هر چند سالم بگذره، در رابطه با این مسئله خیلی واضح صحبت کن، علنی صحبت کن. این همه افرادی که با همین کلیپ هایی که من گذاشتم و اینا فکر میکنن و میگن که بابا مگه وجود داره، مگه وجود داره، بابا بفرمایید 23 سال پیش و بفرمایید از محارم، از عمو، حالا شما بدونید که انقدر زیاده زیاده، بسپار به خدا، چرت، مزخرف. طرف نمیتونه، حتی جرأتشو نداره که بگه من میترسم، میترسم. مادرت بگه، پدرت بگه من میترسم، ای وای خون را میفته. بذارید را بیفته. اولا اینکه خون را نمیفته، از صداقت و از حقیقت خون را نمیفته، همیشه از دروغ و اینجور مسائل. خانم توصیه میکنم که اگر خانوادش قبول نکرد، مسئله را علنیش بکنه، حالا از طریق اینترنت یا از طریق فیلم ها مثل فروخ که اومد در مورد پدری صحبت کرد. بابا پدرش همین الان زن گرفته، زن دو تا بچه دیگه هم داره از زن دومش. ای وای زن هم بفهمه چی میشه؟ بابا بذارید بفهمه دیگه، بذارید بفهمن. من به این خانم توصیه میکنم، من حاضرم باشون مصاحبه بکنم اگه خواستن، ولی اصلا این مسئله رو خیلی راحت بره به کسای دیگه. اگه حاضر به مصاحبه علنی نیست، از همسایه ها شروع کن، از خاله شروع کن، از این شروع کن، به همه راحت بود بنویس. یه خانم دیگه خیلی بامزه نوشته بود که حس جندگی دارم، آیا بده؟ من اینو از چند بود جواب میدم. اگر حس جندگی داری به این عنوان، دوست داری که با یه کسی بخوابی و ازش مثلا پول بگیری یا ازش تقاضایی بکنی، بگی که نمیدونم برای من این طلا رو بخر با تو میخوابم یا فلان و از این جور چیزا، این یعنی خب در واقع همون جندگی معمول تعریف شده است که بنا به پول، با پول یا در قبال یک درخواستی این کارو میکنه. این مسئله از نظر من به عنوان یک شغل محسوب میشه و تازه تو میشی مثل هزاران و هزاران و هزاران خانم دیگه که اینها تحت، یعنی شاید 999 نفر از هزار نفر خانم میشی که اینها یا حالا این کارا رو در ازدواج انجام میدن، که من تقریبا واقعا اینو از نظر خودم این آمار رو میدم، میگم که 999 نفر در هزار نفر، یعنی طرف حتی این تازه میشه عادی، عزیز من تازه میشه عادی مثل زنای دیگه، لازم نیست ازش خجالت بکشی. زن و شوهر، زنایی که الان با شوهراشون میخوابه، طرف میگه که من اگه این کارو نکنی، آخه با من خوابیدی، بیه مثلا فلان کردی، این کار، این حرفا رو دارم میزنم. خب از من این جندگی که شاخ و دم نداره، شما باش خوابیدی یه درخواستی هم میکنی. زنای ما هم خیلی هاشون اصلا وقتی هم که طرف میره میخوابه بعدم مهریهشو میخواد. اینا حالا دیگه شرعیه دیگه، یعنی در واقع با یه دونه قبل تو مبل تو با انجزه و انجزهی که میخونن این جندگی رو شرعیش میکنن و بعدش هم میگن که بله درسته، ولی در قبالش موظفه که زن خدمات جنسی بده تا مرد اونو تأمینش بکنه. خب اینم جندگیه دیگه،
اگر کنهش نگاه کنید اینه. در واقع عزیز من اصلا نگران نباش که اگه این حس و اگه اینجوری داری میکنی تازه میشی عادی مثل هزاران 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 نفر. من خودم شخصا حاضر نیستم این کارو بکنم و هیچ وقتم حاضر نیستم که به یه کسی بگم چون با تو خوابیدم این کارو بکن. شاید جز و همون در همه زمینه ها آنورمال هستم و غیرعادی هستم، در این زمینه هم غیرعادی باشم که هرگزم حاضر نیستم به خاطر اینکه با کسی که میخوابم در قبالش مثلا یه درخواستی بکنم، برای اینکه این کارو برای دل خودم کردم. شما اگر دل برای دل خودت این کارو میکنی در مقابلش مطالبه ای نداری، نمیتونی داشته باشی چون برای دل خودت کردی. تمام این خانمایی که الان دارن ولای به منو گوش میدن کلاه خودشونو قاضی کنن بگن که آیا موقعی که مثلا تا حالا تو زندگیشون یا با مردی که برخورد کردن این حرفو بهش زدن، آخه تو دختری منو برداشتی، آخه تو با من سکس کردی، آخه 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 آخه. خب یعنی این که شما هم تو این رابطه معامله وارد شدی. اگه تو این کارو کردی خب چه طلبی داری؟ چه معامله‌ای داری؟ تو اگه کس داری اون یکی هم کیر داره، اگه تو سکس کردی لذت برد اون یکی هم لذت برد. اگه تو یه رابطه یه عاشقانه ای وارد شدی، عاطفی وارد شدی، تو هم لذت بردی، نه در قبالش میخوای درخواستی بکنی، خب این میشه یه شغل شریف زندگی که من البته محکومش نمی کنم و معتقدم که در واقع 99% از مزنای ما جنده هستن چون وارد معامله میشن. حالا این در رابطه شرعیشونه یا غیر شرعیشونه. من چون شرعم قبول ندارم، این به مسائل تعهدات این چنینی ازدواجی هم قبول ندارم، این رو در واقع یعنی با لوای قشنگ، زندگی در لوای قشنگه این مسئله از این جنبه. بنابراین اصلا عزیزم حس بدی نداشته باش در رابطه با اینکه اگه خواستی درخواستی رو بکنی این از. اما اگر حس زندگی رو به عنوان کاری که خیلی کسا جنده ها و فاحشه ها توی نمیدونم تو همه یعنی تمام وجود خودشون رو در یک رابطه ای که دوستش دارن انجام میدن، خب اگه اینجوری هم که داری که هر کاری دوست داری بکنی توی سکس برای معشوقت یا برای کسی که عاشقت شده یا تو عاشقش شدی، خب خوشحال باش عزیز من، این تواناییه. من خودم آرزو دارم که این کار بشه، به اونقدر عاشق کسی بشم که همه کار براش بکنم، هر کاری بکنی نمیدونم دیگه، خواستی کیرشو بخوری، آب منیشو بخوری، نمیدونم کونشو بلیسی، نمیدونم هر کاری که دوست داری بکنی اینو فکر کنی که وای بده 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 بده. نه، اگه عاشقش هستی و این حسو داری به خودت قره باش و بدون که واقعا چه توانایی داری. خانومی شوهرش هر روز دو بار باهاش سکس میکنه تا جایی که میخواد طلاق بگیره، چیکار کنه که این سکس این حالت از شوهره کمتر بشه؟ اولا این خانومی که از من سوال کرده، من توصیه میکنم که همیشه افراد رو مستقیم، یعنی اون خانومی که این سوالو کرده مستقیم بیاد خودش جرأت کنه صحبت سوالشو بکنه، چون که بعضی وقتا یه سری کسایی که اینجوری میگن وای شوهر من اینجوری میکنه فلان میکنه بهمان میکنه اینهاش، این یه مقداری فرافکنی توشون هست. بعضی وقتا با یه سری سوالهایی طرف میاد فرافکنی میکنه، یعنی سوالی رو مطرح میکنه میخواد ببینه که بازتابها چیه، در واقع اون حرف دل خودش رو نمیزنه ولی میخواد سنجش کنه محیط و بازتابها رو سنجش کنه. این همیشه یادتون باشه. ولی وقتی فرد خودش مستقیم میاد پیش یه مشاور سوال میکنه، اون موقع درصد احتمال اینکه این واقعا مشکلش واقعی باشه زیادتره. حالا ما از این حرکت میکنیم که این فرد واقعا یه همچین مشکلی رو داره. این خانم با این سوالش نشون میده که این همون در واقع شغل شریف زندگی رو تحت لوای ازدواج خانواده و حفظ خانواده با اینا داره. حالا یا به خاطر بچه ها، یا به خاطر موقعیت، یا به خاطر اینکه من شوهرم داره زندگیمو تامین میکنه فلان، معلومه که این خانم شوهرشو دوست نداره.
وگرنه یکی که دوست یکی رو دوست داشته باشه از هر رابطه خیلی لذت میبره و اون یکی هم اینو میفهمه. این خانوم به نظر من این که میگه طلاق بگیره، بهش بگو زودتر طلاق بگیر، برای اینکه باید زودتر از اینا هم طلاق میگرفتی و اصلا منتظر نباش که اون حسش کم بشه. تو کاری رو بکن که دوست داری. وقتی که دوست نداری با یک کسی سیکس بکنی، اینم به شما بگم توی اروپا یه قانونی هست، اگر یک زن بره بگه که شوهر من بدون خواست من با من ارتباطی رو برقرار کرده، اینم تجاوز محسوب میشه. که البته این نشون میده که اینا یه قدم از کشورهای شرقی جلوتر هستن. یه آقای دیگه پرسید شما که اینقدر راحتید یعنی با اطرافیانتون میخوابید، یعنی سکس میکنید؟ اولا که راحت بودن رو متاسفم که شما همش فکر میکنید که کسی که راحته، کسی که راحت برخورد میکنه، یعنی همش یعنی راحتی در سکس. دوما این که کسی هم که میاد پیش من حتما فکر میکنید که رابطه باید به یه سکس منجر بشه دیگه، چون دیگه اومده پیش من، دیگه داره با من زندگی میکنه دیگه. خیلی هم این تصور رو میکنن، فکر میکنن که خب یه هزینه برای زندگی درمانی اینا میپردازن، خب باید این خدمات توش هست. با وجود اینکه این همه هم ابتدا من حتی ضبط میکنم، قبلش باشون صحبت میکنم و میگم زندگی ما یک همزیستی، یک تجربه همزیستیه. اگر احساس جنسی هم به وجود اومد در دو طرف، بله من این کارو خودم اصلا به شما پیشنهاد میکنم. خب حالا ممکنه من پیشنهاد بکنم شما قبول نکنید، اینم امکانش هست. پس این رابطه یه سیکس موقعی هستش دو طرف به هم دیگه فرکانساشون این هستشون این رابطه این ایجاد بشه. اینطور فکر نکنید که چون حالا ما راحت هستیم، شما هم که حالا اومدید پیش ما با یا حالا ما یه مثل حالا اینجا باز یه چیز یادم افتاد به شما بگم بخندید. خیلی وقت من این داستان رو میخوام تعریف بکنم، به صورت یه کلیپش بکنم و حالا یه مناسبتی شد. من حدودای سال 2000 اینا خیلی فعالیت‌های اجتماعی خیلی داشتم، میرفتم توی این های ما یا اون کمپ‌های خارجی‌ها، با ینس میرفتیم، با اووه میرفتیم، حالا میرفتیم که فعالیت‌های مختلف اجتماعی داشتیم. بس اونجا مثلا پینگ پونگ یاد میدادیم به بچه‌ها، باشون بازی میکردیم، درس آلمانی یاد میدادیم و انواع کارهای مختلف. بعد من که میرفتم حالا با دوچرخه، تیشرت، نمیدونم خیلی لباس راحت، شلوارک، اتاقا میرفتم، بچه‌ها رو مثلا به مردا میگفتم که بیایید نمیدونم اینقدر آبجو نخورید و پشت پای تلویزیون نشینید، بیایید تحرک داشته باشید فلان فلان. خب اینا روی خنده روی منو میدیدن، برخوردهای منو میدیدن، منم به همشون شماره میدادم. یکی از این پسرها که حالا خیلی پسر خوبی هم بود و ولی به هر حال تو اون فرهنگی که بود اینجوری یاد گرفته بود، بعد از یه مدتی اومد خیلی هم مؤدب بود، گفت خانم من میخوام زبان یاد بگیرم و چیکار کنم و اینا. گفتم خب باشه. چی گفت؟ میتونم بیام خونتون؟ گفتم بیا خونم. این اومد و من درباره زبان حرف زدم. ساعت شد نزدیک 11، این فکر کرد که دیگه ساعت 11ه، دیگه منم اینقدر راحت نشستم میگم میخندم. آخر سر یه دفعه گفت جان جانانم، البته افغان بود، من افغانارم دوست دارم، این مردارم خودم خوشم اومده بود، حالا واقعا هم پسر خوبی بود، ولی میخوام این حرفشو بزنم. کی میریم سر اصل مطلب؟ گفتم خب اصل مطلب چی؟ منومن که بعد گفتش که خب کی با هم میخوابی؟ گفتم یه دفعه اینو در جواب این آقا میگم، گفتم که فرید خندم گرفت، اینقدر خندم گرفت. گفتم فرید تو واقعا میشه به من بگی که چطور شد که تو به این فکر رسیدی؟ من چه جوابی داد؟ خیلی جالب بود. گفتش آخه تو به من خندیدی، واقعا هیچی نتونستم به این فرد بگم. یعنی از یه طرف درد کشیدم، میتونم بگم درد کشیدم از این نظر که چقدر این در یک جامعه بسته‌ای بوده که یک زن که بهش خندیده، بعد دیدم واقعا هم اینجوری بوده توی افغانستان، یا زنه بهش مثلا نخ میداد یه لبخندی میزد یعنی که بیا بکن منو، یا اینکه بدترین برخوردو میکرد که خود دختر خونده منم افغانه دیگه، که یه بار خیابون بهش گفته بودن اینجا، گفتم بابا فوزیه یه ذره تغییر کن. این عد و عطفارا، این البته مال 13-14 سال پیشه، اون اوائل که آشنا شده بودیم، یکی بهش گفته بود چشمات خانم قشنگه، چقدر قشنگه، بلند شده و میخواست بزنتش. یعنی میخوام بگم دو تا علامت،
یعنی یا باید بخندی یا خشونت. اگه خشونت نشون دادی یعنی که جواب منفیه، اگه خندیدی یعنی اینکه جواب، یعنی بیا منو بکن یا من میخوام با تو سکس کنم. که حالا من چه برخوردی با این فرید کردم و بعد بهش گفتم تو پسر خوبی هستی، من احساس جنسی بهت ندارم، من با تو میتونم رابطه خودم رو در خیلی از برنامه های دیگه با تو پیش ببرم. که اتفاقا گفتم اگه موافقی بیا با هم بریم استخر، که استخر دعوتش کردم، گفتم بیا با هم بریم اونجا و یک کم اصلا این روابط آزاد و راحت متوجه شو. تا یکی بهت میخنده نگو که مثل این آقا که حالا ما با افغانی ها گفتیم، ولی خود ما هم خیلی همون از این، من نمیخوام مسئله ملیتی رو بگم ها، که افغان یا ایران، مسئله اینه که فرهنگ پایین تر، فرهنگ بسته تر. وگرنه خیلی من خودم دوستای افغان دارم که از 100 تا ایرانی ها فرهنگشون بازتر و روشنتر و بچه های خیلی روشنی هستند و برخوردش من باشون اصلا خیلی برخورد رابطه راحتی رو دارم. ولی منظورم در کل که اینجوریه. اینم داستان فرید بود که میخواستم خیلی وقتا بگم که این آقا، این آقای ایرانی که از ما این سوال کردن باعث این شد. نوشته من علاقه به مادر شدن و فرزند داشتن ندارم، بچه ها رو خیلی دوست دارم، دوست دارم حتی بچه رو بگیرم بزرگ کنم، ولی نمیخوام بچه دار بشم. خیلی ها من رو بابت این مسئله مورد تمسخر قرار میدن، آیا این اختلاله یا نه؟ خانم عزیز شما خیلی شبیه خود منی در این رابطه. البته من هم هیچ وقت علاقه ای نه تنها به مادر شدن و فرزند داشتن نداشتم، که اصلا از کلمه مادر بدم میاد. الکی بزرگ کردن و سر زنا خیلی سر با این مسئله کلا گذاشتن. بچه دارم که شدی بعد پایبند شدی، پایبند یعنی پای خودتو بستی، بستی دیگه، پای خودتو بستی. اگر این علاقه رو نداری من که خیلی خوشحالم، چون من هیچ وقت کسی رو تشویق به بچه دار شدن نمی کنم و همیشه از کسی هم که میگه من بچه ندارم میگم او خیلی خوبه، این همه بچه ها هستن که بی پدر و مادرم، ما حتما باید از لای پای ما بیاد بیرون. یه چیز مسخره ایه که مثلا یه سری هم میگن اگر مثلا پدر بچهت مشخص نشه، مثل این که حالا الان اسپرم تو خیلی مهمه توی مغز ما کردن که بچه خود آدم یه چیز دیگه است. بفرمایید دیگه، بچه خود آدم یه چیز دیگه است. بفرمایید الان ببینید بچه های خودتون رو، مادراتون رو ببینید. از اون موقعی که من دارم این حرفا رو میزنم چقدر افراد هستن که اومدن، هر روز من مواردی رو دارم که میان میگن ما چقدر از پدر مادرمون متنفریم و چقدر پدر مادرمون به ما از پدر مادر یا نمیدونم از این مسئله هم هستش که عرفا حتی توی تحت لوای نمیدونم توی کتابهای مذهبی و اینها قبلنها گفتن و گفتن روز قیامت بچه پدرشو نمیشناسه، مادرشو نمیشناسه. پیداری میشه دیگه، روز قیامت چیه؟ منتظری دود 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 یکی بیاد بگه قیامت شده. خب داره در واقع همون چیزیه که قیام کردید و اون احساسای واقعی خودتون رو نشون میدید. اعتقادات مذهبی ندارم ولی این اسطوره، این حرفایی که زدن توش یه عقایقی هست و من خودم معتقدم که باید هر انسانی که تمام احساسای خودش رو نشون بده، این یعنی در واقع قیامت اعمال خودش رو هم بیاد الان چه اتفاق افتاده نشون بده، در واقع قیامت رو شروع میکنه. یکی از این اسراری که گفتن که برید تو این کتابهای عرف به ویژه خواص نگاه بکنی، میبینی که میگن تمام، حتی مادر شیر بچه شیرخوارش رو میذاره زمین. یعنی چی؟ پشت اینا رو نگاه کنید، یعنی این روابط خانوادگی اصل نیست. پدر هنوز داره در حال احتضار، همه توی فکرشه که چی ارث میرسه. راست میگی پدر مادراتونم در حال زنده بودنتون براتون چیزی رو نمیذارن. راست میگی، تو هم میخوای ارث بذاری؟ زنده بودن بذار، بعد از مرگت چیه؟ به چه درد من برای دخترم اینو گذاشتم، برای پسرم اینو گذاشتم، اینم چرته دیگه. خب برای همین عزیز من خیلی خوبه که بچه دار نمیخوای بشی، عالیه. حالا میخوام بگن اختلاله، بگو من مختلم، اصلا من مریضم، من روانیم،
نمیخوام. من پدرم یه روز اومد به من گفت، اون موقعی که 20 سالم بود، اگه من فقط دو بچه تو رو ببینم، اگه فقط بچه تو رو ببینم راحت تر میتونم بمیرم. منم اون لحظه اینو تو کتاب زینبم نوشتم. منم برگشتم گفتم، یه دفعه اسپونتان، یعنی اسپونتانیس فل بداهه، یه دفعه برگشتم گفتم که او پس من هیچ وقت بچه دار نمیشم که تو نمیری. پدرم یه نگاه اینجوری که فل بداهه، یه همچین جمله از دلم برخواست و به پدرم گفتم. من 57 سالمه الان که دیگه یائسه شدم، بچه دارم نمیشم. نمیدونم اگه یه زمانی شاید بخوام در آینده‌ای که نمیدونم چیه، آدم راه حلش هم پیدا میکنه. اما خوشحالم که هیچ وقت نخواستم و هیچ لحظه ایم به هیچ بین همه بچه های خوشگلم دیدم، گفتم وای چه بچه قشنگی، چه خوب، دوست دارم این بچه رو داشته باشم باهاش مثلا چند وقتی، ولی نمیخوام که خودم بچه دار بشم. و هیچ وقتم کاش نگفتم. عزیز من، تمسخر دیگران رو اهمیت نده و خوشحال باش، چون خودمون هنوز باید بچگی بکنیم. ما اول باید بچه خودمون باشیم. این تو اینکه از من کسی پرسید فرزند داری، یه کلیپی دارم، گفتم ما باید اول خودمون رو بزاییم. من میخوام یه کاری بکنم برای بچه‌ام، خب اون کار برای خودم میکنم. یه خانومی از سیدنی، با وجود اینکه خیلی پدر و مادرم منو اذیت کردن و واقعا خیلی نفرت داره از مادرش، ولی میگه نمیدونم که باز چرا در دلم نمیتونم اونا رو فراموش کنم و حتی الان که مثلا کشور خارج هستم و اینها، باز دلم برای اون خونه تنگ میشه، بازم برای اون خانواده‌ام، باز برای پدر مادری که ازشون متنفر هستم، ولی باز میبینم که ته دلم دوست دارم. بعد به من یه حرفی زد، البته خب این نشون میداد که این خانمم خیلی تیزه. بعد نوشت زیبا، تو هم توی لایبات وقتی اسم خانوادت میاد، عکس العملت یه طور دیگه ای میشه که من احساس میکنم که هنوز کاملا اونا رو فراموش نکردی و برات وجود دارن و حالتات نشون میده که اونا برات مهمن. واقعا آفرین، تیز دیده این مسئله رو که من توی وقتی اسم خانوادم میمد و توی لایوامم عکس العمل خودمم، حتی وقتی توی ادیت کردن فیلم ها یا بعد نگاه کردن لایو بعدی نگاه میکردم، احساس میکردم که چقدر این مسئله هنوز برای من کاملا حل نشده. من میفهمم این خانومو و توصیه میکنم که سعی نکنه که فراموشش کنه. شما هر چقدر که یه چیزی رو بخواید فراموش بکنید، بدتر یه مکانیسم دفاعی در بدنتون ایجاد میشه. مثل مثلا یه فنری که شما این ور میکشید، بعد یه موقعی یه دفعه ببینیم فنر ول میشه، بعد وقتی میخواد ول میشه فنر نمیره اون وسط، بلکه میره اونورتر. اینو در مثالیه در رابطه با مکانیسم دفاعی. شما سعی نکنی یه چیزی رو به زور، وقتی خب دل تنگ شده، خب تنگ شده، اما علتش چیه؟ علتش خیلی جالبه. این هم مسئله‌ایه که اتفاقا من توی تراپی که داشتم میشدم، رفته بودم به اونام، این همین حالتی که گفتی منم به اونا گفتم تو تراپی. از من آخه وقتی شما توی کلینیکی میرید، مثلا اینجا میپرسیدن که خب شما اومدید برای بازسازی روحی روانی خودتون، چی میخوایید از این تراپی؟ من اون موقع دو تا مسئله رو مطرح کردم. اون موقعی بود که من نزدیک 10 سال بود که با ینس زندگی میکردم، از ایران اومده بودم بعد از اون بلاهایی که توی ایران سر من میاد از طرف خانوادم و اینا. من خیلی عذاب روحی داشتم و من هر شب کابوس میدیدم، هم میدیدم اینا رو دوستشون دارم، نمیتونستم هم قطع کنم. یعنی دوتا عشق و نفرت با هم بود. دقیقاً همین مسئله در رابطه با پارتنر اصلی من ینس بود. اینا وقتی توی بیمارستان از من پرسیدن که خب شما درخواستتون یا هدفتون از این کلینیک چیه، من گفتم دوتا هدف دارم، دوتا کمک میخوام از شما. گفتن چی؟ گفتم یکی من از دست پدر مادرم رها کنید، یکی از دست ینس. هر دوتاشونو هم دوستشون دارم، هم نفرت دارم. شما به من کمک بکنید که من چیکار بکنم که این آزارم کم بشه. و این چیز ساده‌ای نیست.
شما یه موقع بچه‌تو می‌بینی که بچه‌تو هم خیلی دوستش داری، هم بچه‌ت داره عذابت میده. شما نباید اون احساس مثبتی که دارید و احساس نفرتی رو که دارید و اینا رو سعی کنید که با هی فکر و عقل و فلان اینها سرکوبش بکنید، چون احساس دست خودتون نیست که. احساستون رو باید اکسپت کنید، بگی اوکی دلم تنگ شده، خب چیکار میخوام براش بکنم، چیکار بکنم، میخوام ببینمش، میخوام برم مادرم ببینم. از یه طرف میای میشینی تو اون شرایط، باید سبک سنگین کنی. یه سندرومی هست به نام سندروم، یعنی بیماری هست که حتی بیماری شکنجه‌گرا، خب سندروم استکهلم بهش میگن، که چون در اولین بار توی چیز کشف میشه مثل کینسن، که انسان حتی بعد از یه مقطعی به اون شکنجه‌گر خودش هم عاشقش میشه. یعنی این مسئله شما در خیلی از روابط، یعنی در واقع حتی اون کسی که اول شما رو شکنجه میکنه، بعد از یه مدتی شما میبینید که به همون مسئله وابسته میشید. این در رابطه با تجاوزم هست. اگر ببینید اینا رو ماها باید بذاریم آدما بیان حرف بزنن، در رابطه با این احساساشون حرف بزنن. شما الان داری در مورد احساس نفرت خودت در مورد مادرت صحبت میکنی، وقتی بتونی حرف بزنی اینا خیلیش میلت میشه، درست میشه. ولی خیلی از وقت، خیلی وقتا تا ما میاییم مثلا در مورد مادر میخواییم حرف بزنیم، در مورد بچه حرف بزنیم، ای بچته، ای شوهرته، ای فلانه، اصلا نمیذارن که اصلا این حرف ها زده بشه. شما فکر میکنید تو این کلینیک به من چیکار کردن؟ چیکار کردن تو اون کلینیک؟ در واقع همین بود که تو اون کلینیک اومدن نشستن، نیومدن بگن که خب حالا ما میایم بریم به ینس و مادرت و اینا بهش نصیحت کنیم که به تو نه، گفتن شما باید بشینید تمام این با من نشستن صحبت کردن. و اینکه وقتی که من از احساس نفرتم حرف میزدم، نمیومدن قضاوت بکنن که بگن ای درست نیست مادرت ها، ای وای آخه اون همسرت ها، اون فلان بچت، آخه بچت تو باید این کارو بکنی. تو میای همه اینها رو بیان میکنی و بعد از بیان کردن میبینی من هنوز این نکته ظریفی که شما در رابطه با من دیدید درسته، ولی من آزارام نسبت به سالهای قبل به قدری کم شده، مثل یه موج کوچیکی. یعنی من الان نه خوابی در رابطه با پدر و مادرم ببینم که آی نه خواب، آی نه دلتنگ میشم، نه فلان میشم، یعنی نه رایتشون میکنم که ای وای اگه مادرم، اصلا مادر من خودم یه کاری کردم، مادر پدر من همهشون، خانواده های من، همین فیلم های من رو ببینن ناراحت میشن، مشکل اوناست. میتونن یه لیوان آب بخورن، میتونن مثل من که ناراحت میشم میرم دوش میگیرم، اونا هم میتونن برن یه دوش بگیرن ناراحت میشن، یا خیلی ناراحت میشه یه قرص اعصاب بخورن که ناراحت نشن. ولی من تمام حرفای خودم رو میزنم، صحبتای خودم رو میکنم. حالا یه موقعی معلومه دیگه این فرکانس بالا پایی میره و انسان به هر حال اون چیزای گذشتهش میاد و یه موقعی مثلا یه دفعه میرم اون موج ها میاد. ولی پروسه رو شما باید ببینید، پروسه رابطه‌تون رو باید ببینید که توی این پروسه چجوری، آیا رنج های شما کم شده؟ رنج های شما کم شده و این رنج های من مثل منی که الان من رنجم در رابطه با خانوادم بسیار بسیار کمتر شد. چطوری اعتماد از دست رفته رو میشه درست کرد؟ که شما تلاش نکنید که اعتمادی که از بین رفته حتما بیایید با قسم و فلان دیگه تکرار نمیشه فلان نمیدونم این کارا رو بذارید کنار. هم قسم، هم قولهای کاغذی، هم قول. تنها چیزی که اعتماد رو دوباره احیا میکنه واقعیته. به من یه سری میگن زیبا به من اعتماد نداری، میگم من به خودم هم اعتماد ندارم، معلومه که به توی گلان اومدی اعتماد ندارم. اعتماد یه چیز نسبیه، به من یه اعتماد 100% داشته باش، من ندارم.
خیلی ممکنه ناراحت بشن، اشکال نه ناراحت بشه، بگو من اعتماد ندارم، خونه من مال شماست، من خونه ما در اختیارت قرار میدم. نه من میگم ببینید این اتاق رو در این حد استفاده میتونی بکنی، فلان چیز رو در این حد میتونی استفاده کنی، من در این حد به شما اعتماد دارم. اعتماد یه چیز نسبیه و اعتمادی هم که از بین رفته، خب فکر نکنید باز دنیا به آخر رسیده، وای نمیدونم کاتاستروف، نمیدونم فاجعه است، نمیدونم چی میشه. هر چیزی رو شما میتونید دوباره احیا کنید، روابطتون هم میتونید احیا بکنید، منتها نیایید با قول و قرار و از این حرفایی که مثل این عروسی ها شب اول عروسی میزنن، ما تا کفن میریم نمیدونم چی چی میریم و با از این چر رو بر را. خب بگه هیچی، ما اصلا حرف خاصی هم نمیزنیم، ما شروع میکنیم در عمل. هم یه استپ اولو بردار، بگو یه کاری رو میتونیم با هم شروع بکنیم، اگر تو این کار موفق شدیم، حسمون خوب بود، کار بعدی رو انجام میدیم و قدم بعدی. اینجوری هستش که اعتماد شما به هم دیگه زیاد میشه. ممکنه که خب من یه موقعی یه کاری بکنم که اعتماد یک کسی از بین بره، ولی خب باز این قابل احیاست، ولی با احیای عملی. وقتی شما در عمل یه چیز رو ثابت بکنه به یک کسی، واقعیت خودش اثر خودش رو توی وجود انسان میذاره. زیبا من حدود 3 ساله با یک مرد متأهلی رابطه عاشقانه و بسیار دلنشین و راحتی دارم، ولی همسرش اطلاع نداشته، یعنی حدود 3 سال. اما تازگی ها شک کرده بهش و مدام دعوا دارم. آیا من باید عذاب وجدان داشته باشم؟ لطفا به من نگید که راحت برو به زنش بگو. خیلی باحال بوده این خانومه، چون میدونه که من همیشه گفتم برید بگی، میگه نوشته که لطفا نگید راحت برو به زنش بگو. چشم، اینو نمیگم که برو به زنش بگو، ولی اول قبل از اینم میخوام یه چیزو بگم. اولا که چرا عذاب وجدان داشته باشی؟ مگه رابطه توه؟ مگه شوهر توه؟ اگر به شوهر خودت این کارو کرده بودی، اگه تو داری الان با یه مرد دیگه ارتباط برقرار کردی که اون مسئول خودش با زنشه، اونه که باید از آن وجدان بگیره، اون تعهد داده، تو که تعهد ندادی که. من یه بار یکی اومده تو جلسه تشکیل دادن اینجا تو هامبورگ، گفتن این خانم با هر کسی که دوست داره میخوابه، اصلا دقت نمیکنه، براش مهم نیست که زن داره یا دوست و دختر داره، ما میخواییم باش حرف بزنیم. جریان مال چندین سال پیشه ها، مثلا سال 2004 اینا. آن ما شنیدیم درباره شما اینجوریه. گفتم درست شنیدید و درستم هست. چه من باید رعایت کنم؟ خودش باید فکر بکنه. دوم این که من انسانها رو مال هم نمیدونم. انسانها رو مال هم نیستن که. تو با این مرد ارتباط داری. اما یه نکته رو میخوام به تو بگم. این خانم که اسمش هم نمیدونم. و تو باید اینو بدونی که در آینده برایت عذاب وجدان نشه. اینه که تو بهش نگو که من نمیگم بزنت، بهش قول نده که رازدار باشی، این راز بین خودمون باشه، من اگر یه موقع زن تو رو دیدم فلان، تو بگو که من به تو هیچ قولی نمیدم که یه روزی بگم یا نه، مسئله خودته. من خیلی مردایی که میان پیش من میگن زیبا تو خیلی خطرناکی، گفتم معلومه خطرناکم، چون من منتظر فرصتی هستم که بزنت بگم. تویی که وقتی میای که به زن خودت که باهاش چندین سال بودی بچه داری ازت، تو به اون دروغ گفتی، انتظار داری من به تو چون حالا تو یه سکس خوبی رو کردی، یک سکس دلنشینی رو کردی، من به تو باور داشته باشم. دروغگوی دیگه از من. الان ممکنه یه رابطه دلنشین و راحتی رو داشتی، خب اما تو صندوق خونه بوده، لازم نیست عذاب وجدان بگیر، ولی سرتو بلند کن بگو من به همه میگم که با این مرد بودم. حالا اون موقع ببین اون آقا با تو ارتباط برقرار میکنه، خب به تو هویت اجتماعی نمیده، به تو یه هویت جانبی داد عزیز من. ممکنه سکسش خوب باشه، نمیدونم به قول یه سریا من خیلی خوب تلمبه میزنم، بابا خره بالات بهتر از تو تلمبه میزنه. چی اون داستان چیزا نشنیدید توی، البته اینا رو جمهوری اسلامی حذف کرده تو کتاب مولوی، برید داستان کیرو کدو رو بخونید دیگه، زن نمیدونم شاهزاده فلان اینا با اسب، اسب هم براش خیلی بهتر بوده.
عزیز من، تو فقط که زندگی انسان که در سکس خلاصه نمیشه، رابطه راحت، دلنشین، یکشم هویت اجتماعی دادن بهت. حالا بهش قول نده، بهش بگو که من نمیخوام که این مسئله مخفی باشه، یه روزی هم خودم زن تو. حالا نمیخواد بلنشی بری به زنش بگی، منم نمیرم دنبال این که زنای مردم رو پیدا کنم. این کار برای خودم چیپه که بکنم؟ ولی اگه یه روزی زنش اومد منو دید، مثل ایران که رفته بودم سفر زیبا ناوک به ایرانو نگاه کنید، خب من پیش یه آقایی بودم، اون منو دعوت کرده بود و زنش از اولم چند بار گفته بود به زن من نگی، گفته بودم نه 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 نه، زنتو با من آشنا نکن، من به کسی قول نمیدم که رازدار باشم. چرا باید رازتو رو نگه دارم؟ راز این که مثلا فرض کن که با من اومدی رفتی مسافرت، هر کاری که کردی خب باید بتونی بگی، ازش دفاع کنی. بالاخره ما از این خانم روبرو شدیم، این خانم اومد گفت زیبا من میخوام، برده داشت سکته میکرد. حالا داستانش خیلی مفصله، نمیخوام الان واردم بشم، ولی من چرا من بار شما رو من بکشم؟ اگه اول منو خیلی دوست داری خب باید از دوست داشتنت دفاع کنی. دوستم نه، با من ارتباط برقرار کردی، خب حالا نگفتی، خب یه موقعی که من گفتم باید بدون این اتفاق یه روزی میفته این اتفاق. واسه همین همه گفتن زیبا خیلی خطرناکه. آقا کیرای صاف بلند شده همه میفته اینجوری، همهش میفته وقتی اینو میشنوم. برن اینا که میخوان یه دونه مثلا فرض کن یه دقیقه من رو ارضا کنن که ها 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 اینجوری کنم، 100 سال سیاه نشه. ارضا کردن ما یه ارضای وجودی کل ما آدم باشه. بعد همون اومده بود که سیما این حرفایی که به من به تو میزنم چرا تحریک نمیشی؟ هر زنی بهش بگم تحریک میشه. گفتم خب دیگه برو با همون زنایی که این حرفا رو میزنی تحریک میشه بگو، من نمیشه. اینها رو هم در نظر بگیر، رابطه دلنشین و فلان الان هم دعوا داره، مسئولش تو نیستی، ولی سعی کن که به هر حال رابطت رو در یه جهتی ببری که خودت رو هم انکار نکنی. یکی گفت زیبا از طریق پیج تو خیلی ها میان با هم دوست میشن. خوبه دیگه، اینم خوبه، دخترها پسرها رو پیدا میکنن، پسرها دخترها رو پیدا میکنن، اینم خوبه دیگه. این یکی میره کامنت اونو میگیره، میره به اون پیام. دوست بشید با هم، هر رابطه‌ای هم که دوست دارید برقرار کنید. من خوشحالم که تو این رابطه ها حتی تو این بحث ها خیلی آدم ها به هم نزدیک میشن. زیبا جون لباست قشنگ، مرسی، ممنون. من لباس هم خودم هیچ وقت نمیخرم. آها یه کلیپ هم میخوام درست کنم در رابطه با عادات خودم. من لباس و اینا اصلا خیلی اهل شاپینگ نیستم و تمام لباسایی هم که شما از من میبینید همش یه جوری به من رسیده. شاید 2 سال یه بار چی بشه که برم شاپینگ. این هم مال دختر خواندم بود، دختر خواننده افغانم. اون میپوشه تموم میشه، میاد یه موقع خسته میشه میاره میده به من، منم الان نگاه کردم برداشتم. مرسی. این جنده جاسوس است. خب این که در مورد جندگی که برای شما تعریف کردم که اگرم منم جنده بگید هیچ مسئله ای نیست. در مورد جاسوس بودنم خیلی ها فکر میکردن که فکر میکنن و فکر میکردن من جاسوسم. میمدن میگفتن زیبا تو به ما بگو که جاسوس نیستی. میگفتم که من نمیخوام به شما بگم جاسوس نیستم. آقای عزیز اصلا شما فکر کن من جاسوسم. خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ اصلا همیشه فکر کنید همه جاسوسن، خیلی خوبه. چون اگر شما فکر کنی کسی جاسوسه خب خودتو تنظیم میکنی دیگه. خب تو فکر کن الان کاری که میکنی، الان مثلا فرض کن من بلند شدم رفتم به اطلاعات بگم، بگو کاری که میکنی اول خودت از اولش متقاعد شد در رابطه باهاش. کاری که میکنی خودت میتونی همه جا دفاع کنی، خب حالا منم جاسوس باشم. من میخوام برم بگم شما مثلا اومدی تو فلان اومدی پیام دادی و چیکار کردی؟ نه خب دوباره من دادم دیگه. حالا این اطلاعاتی باشه بگو، FBI باشه بگو، CIA باشه، هر کی باشه، آره این کارو کرد. ریگی تو کفشت نباشه خب حالا من جاسوس باشه. به همه هم میگفتم من جاسوسم هستم. خب شما کار رو بکنید که بتونید همه جا ازش دفاع کنید دیگه. عزیز من یکی هم نوشته خیلی باحال، زیبا همه میگن تو دیوونه ای، از بس پیش همه روانشناسا رفتم حالا میخوام از یه روانشناس دیوونه مشورت بگیرم. در مرز خودکشی هستم،
من نه تنها ناراحت نشدم، خندم هم گرفت، با مزه هم بود. برای اینکه واقعا بهتون بگم از این دیوونه ها شما خیلی خیلی حرفای جالبی رو میشنوید که واقعا بعضی وقتا از این آدم های خیلی ظاهرا عاقل نمیشنوید. در رابطه با خودکشی هم، در مرز خودکشی هم که هستی، توی این فاصله کوتاه میتونم بگم که چند تا کلیپ دارم که یه دونه کلیپی دارم که کمکم کنید که زودتر بمیرم و من توصیه میکنم اونو بخونی. و بعدش هم در کلم در رابطه با خودکشی معتقدم که اگر واقعا کسی به این نتیجه رسیده باشه که خودشو بخواد بکشه، خود همینم یک جرأت خیلی بالایی میخواد و یک اراده قوی. به هر حال من به این خانم توصیه میکنم که این کلیپ رو ببینه، ولی بعدم بیاد خودش با خود من هم صحبت بکنه، با هم حرف میزنه. خیلی باحالی، ازت خوشم میاد، مرسی، زن متفاوتی هستی. هممون متفاوت هستیم، هر کدوم واقعا متفاوت هستیم، منتها بیان نمی کنیم. اگر هر کسی اون حرفایی که داره میزنه بیان کنه، واقعا میبینیم که چه جذابیت ها، چه جاذبه ها و چه داستان ها و چه حرفای جالبی داره و تفاوت هایی داره. و همین تفاوت ها هم هستش که زیبایی های این دنیا رو ساخته. زیبا جون عالی هستی، یک رنگ و بی ریا. مرسی.